رئیس جمهور غنی در دیدار با عالمان دین هرات میگوید که تمرکزش بیشتر بر چگونگی رسیدگی به مشکلات و ناهنجاری های برجامانده از 40 سال گذشته در کشور است و کسانی که به گفته او از روی احساسات انتقاد میکنند پاسخش سلام دادن به آنان است. دین خود و احکامش جدی بگیریم. موضوع دوم اخلاق سیاسی اسلامی است. از جناب خلیفه سبنوید تشکر میکنم که تاکید کردن سر صبر و حوصله. جناب خلیفه سبنوید جواب ما به احساساتیا سلام است. آقای غنی می‌افزاید که به چند فرد نباید اجازه داده شود تا فرصت‌ها را برای بهبود اوضاع زندگی مردم از بین ببرد. چند فرد انگوش شما را باید اجازه ندهیم که فرصت طلایی را دوباره از بین ببرد. و اینمی نصب لایم نمیست. با حوصله، با صبر، با رحمی. علمای کرام، ما اجازه ندادیم که سر یک شخصیت سیاسی از کشور نهادهای امنیتی ما جاسوسی کنیم. یکیش آمده بود در روزای اول گفت ما سر فلانی یا فلانی باید گزارش بیارم. ما گفتیم مملکت آزاد استک، امرای کس غرض نگی، برو دشمنای افغانستان را کشف کن. امرای مردم افغانستان چی سر و کار داری؟ رئیس جمهور از ایجاد اصلاحات گسترده در گمرک های کشور نیز خبر می دهد. امی قشر را که به دوزی و به چور و اینا آغشته است هدایت کنین که 4 سال روزه بگیره. بیازو فربه شدن، روزه برشان خوب است، از مرگ نجاتشان خواد داد. ضرورت نیست که باز عملیات کنن که گوشت اضافی را کم کنن. یک روزه، یک تقوا همه را هم فشار خونه درست میکنه، هم چربی را کم میکنه. آهد و پیمان او میثاق که ترلی چه داد چانس بیاد لاسن هور کو بیاد وهم وار درهم وار بیا دغسی تلایی چانس مرد لاسن هور کو. رئیس جمهور غنی در حال این سخنانش را ابراز میکند که تنش ها میان حکومت و برخی از احزاب و چهره های سیاسی اوج گرفتند.